در مورد اینکه وضعیت بازارها در دنیا به چه صورت است، ببینید من فکر میکنم خیلی کم شده اینقدر نااطمینانی زیاد باشه، چه در بازار داخل چه در بازار جهانی. دقت فرمایید مثلا بازار بورس خودمون رو ببینید، وضعیت در واقع سیاست دولت، سیاست پولی، سیاست تجاری، سیاست اقتصادی دولت اصلا مشخص نیست. اینکه چه کسی دولت رو راهبری میکنه مطلقا مشخص نیست. تا اونجایی که من شنیدم وزیر اقتصاد گفته من باید به شأن خودم برگردم، من باید به جایگاه خودم برگردم، بنابراین ایشون یک داعیه رهبری اقتصادی کشور رو به عهده داره. از میخوام معاون اول رئیس جمهور به همین صورت، معاون اقتصادی رئیس جمهور به همین صورت، و هر کدوم از این افراد عده و عده دارند، هر کدوم از این افراد تیم دارند. بعد شما می‌بینید که دستیار اقتصادی برای رئیس جمهور منصوب شده که این دستیار اقتصادی تیمی داره که مثلا وزیر اقتصاد دولت قبل در اون تیم حضور داره، یا رئیس بورس اسبق در اون تیم حضور داره. اینها هر کدوم از یک طرف دارن یک نوع سیاست گذاری انجام میدن. یا شما اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که مثلا بودجه سال 1400 با یک نوع سلیقه بسیار خاصی چیده شد که بسیار بودجه بسیار انبساطی بود. الان دولت با کمبود منابع مواجه است، اما همچنان همون افرادی که برای دولت قبل دولت تدبیر و امید کار میکردن دقیقا همون افراد متصدی بودجه هستند و بودجه سال بعد هم همینها تنظیم خواهند کرد. این هست که تشتت آرایی که در سطح ملی داریم بی سابق است. همینطور در بعد جهانی هم وضعیت عجیبی است و مسئله اصلی کرونا است. وقتی کرونا اتفاق افتاد نرخ بیکاری در امریکا مثلا به بالای 14% رسید که شاید در طول تاریخ امریکا کم سابقه بوده. اینها خب تأثیرات خیلی شدیدی داره. مقابله‌ای که انجام شد با رکود ناشی از کرونا واقعا شاید یک دستاورد بزرگ علم اقتصاد بوده در دنیا، یعنی بسیار خوب عمل شده چون حجم و اندازه بحران بسیار بسیار بزرگ بوده. کاری که در دنیا اتفاق افتاده یک مقدار برای ما مشخص‌تر هست از چیزی که در ایران در پیش داریم. یعنی ما هنوز نمی‌دونیم که سیاست پولی دولت به چه نحوی جلو خواهد رفت، سیاست بودجه دولت چه خواهد بود، ولی در دنیا میدونیم چی میگذره. در دنیا اتفاقی که افتاده این هست که شدیدترین سیاست انبساطی تاریخ بشر رو در کشورهای صنعتی و به خصوص در امریکا اینها پی گرفتند، یعنی به شدت اقدام به خلق پول کردند. سیاستهایی که برای اولین بار به صورت گسترده در سال 2008، نه خود 2008، در بعد از بحران 2008 از سال 2009 تا سال 2014 تحت عنوان کوانتیتیو ایزینگ یا تسهیل مقداری در اون زمان انجام شد و توانست و بسیار موفق بود و توانست اقتصاد امریکا را از بحران نجات بده. الان شما ملاحظه می‌فرمایید که این سیاست ها مجدداً به کار گرفته شده، اما تفاوت در این هست که این بار در واقع هیچ نوع محدودیتی بر تزریق پول و خلق پایه پولی وجود نداره. حداقل در اقتصادهای غربی در خود آمریکا هیچ گونه محدودیتی نگذاشته بودند. این بود که حجم تزریق منابعی که انجام شد بسیار بزرگ بوده. به طور متوسط هر ماه 120 میلیارد دلار به بازارها باز میخوام من چون خیلی هم با عجله اومدم خدمت شما رسیدم اینقدر سینم ناراحت شد، خواهش میکنم. بعد دقت بفرمایید پس حجم شاید مثلا اگر در 15 ماه گذشته شما در نظر بگیرید هر ماهی 120 میلیارد دلار اگر تزریق شده باشه، خب تا همینجاست یه چیزی حدود 2 تریلیون دلار منابع تزریق شده. این منابع دنبال در واقع مثل آبی میمونه که سرریز بشه، از یک سدی آبی سرریز بشه، این دنبال مجرایی میگرده که این نقدینگی وارد اون مجرا بشه. و جالب اینجا بود که همون همزمان با این که منابع وجوه نقد آزادی در کل جوامع در دنیا داشت تزریق میشد، بازار کریپتویی هم وجود داشت که این منابع بخش زیادیش به بازار کریپتو منتقل شد و طبیعی بود که قیمت کریپتو افزایش پیدا کنه. خود من پیش بینیم این بوده و هنوز هم هست که احتمالاً قیمت بیت کوین تا 100,000 دلار یا تا 150,000 دلار ممکن افزایش پیدا بکنه.
ما از حدود هفته پیش به این نتیجه یعنی در واقع رسیدیم و فدرال رزرو امریکا یا بانک مرکزی امریکا آقای جرومی پاول اعلام کرد که ما 15 میلیارد دلار از اون مبلغی رو که تزریق می‌کردیم کاهش دادیم، کم کردیم. این رو تحت عنوان سیاست‌های تیپرینگ می‌شناسیم. تیپرینگ یعنی مثلا این افراد دیدید که بادی بیلدینگ انجام میدن، دوششون خیلی، کولشون خیلی بزرگه، شکمشون خیلی لاغره، ببینید از بالا به پایین کوچیک میشه، مثل قیف. یعنی در واقع یک سیاست قیف، در واقع قیفی در پیش گرفتن که هر ماه قرار هست یک مقداری کاهش بدن مقدار تزریق رو، نه اینکه متوقف کنن یا نه اینکه معکوس کنن، بلکه کاهش بدن. اتفاقا ای کاش سردمداران ما هم میآموختند، ای کاش وزیر اقتصاد ما هم میآموخت. وزیر اقتصاد راه درستی رو شروع کرد، به محض اینکه به قدرت رسید و این در واقع حمای سعادت بر دوش ایشون نشست، بلافاصله کلاً خلق پول رو متوقف کرد و همون ماه کل کسری بودجه رو سعی کرد از محل اوراق تامین کنه. اینکه کسری بودجه از محل اوراق تامین بشه خیلی کار درستیه و سیاست درستی بود، ولی دقت بفرمایید تغییر جهت، شما با یه ماشینی داری با سرعت 200 کیلومتر در ساعت میری، اگر یه دفعه زدی رو ترمز دستی هم کشیدی، فرمونم برگردوندی، این به این معنی نیست که شما یه دفعه مثلا از مشهد داشتی میمدی تهران، حالا یه دفعه برعکس بشه و از تهران بری مشهد. نه، به معنی این است که ماشین ممکنه چند تا چرخ بزنه و کلن ماشینتون اوراق بشه. این روش که ما یه دفعه سیاست رو تغییر بدیم، خب کل اقتصاد کشور رو اوراق خواهد کرد، نه اون اوراقی که منتشر میشه، یک نوع اوراق دیگری انجام خواهد شد. دقیق میفهمید؟ ببینید الان سیاستی که در آمریکا در پیش گرفتن سیاست بسیار انبساطی خیلی شدید هست، ولی وقتی خواستن کاهش بدهند از این ماه شروع کردن، نرخ بیکاری در آمریکا رسید 4.6%، از این ماه شروع کردن به کاهش تزریق. خب این ماه چقدر تزریق میکنن؟ 105 میلیارد دلار. احتمالاً یک ماه تا دو ماه دیگه دوباره 15 میلیارد دلاری دیگه کاهش بدن، به 90 میلیارد دلار برسونن. من برداشتم این هست که 8 ماه این قضیه ادامه پیدا میکنه، در این 8 ماه اقتصاد، نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا احتمالاً به نرخ طبیعی بیکاری که حدود 4% باشه برسه. حالا اگر این نرخ از 4% هم پایین تر رفت، مثلا رسید به 3.8 3.7، اون وقت ممکنه سیاست معکوس در پیش گرفته بشه. حالا ممکنه جهت رو تغییر بدهند و شروع کنن به جمع آوری خلق پول گذشته، جمع آوری پایه پولی. اون زمان وقتی این اتفاق بیفته، اون وقت خواهید دید که بازارهای کریپتو اون وقت با یک سکون شدیدی مواجه خواهند شد. این چیزی است که همه تقریبا کسانی که متخصص این قضیه هستند، کسانی که در بازارهای جهانی حضور دارن و سیاست پولی رو میشناسند، خب تقریبا کم و بیش به همین نتیجه رسیدند. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که همین الان هم که داره 105 میلیارد دلار تزریق میشه، 105 میلیارد دلار هم خیلی زیاده. این است که شما دیدید که قبل از اینکه اعلام تیپرینگ صورت بگیره، بازار مثلا طلای مقداری در واقع در حال کاهش بود. حتی مثلا شما دو ماه پیش بیت کوین رو ببینید، دو ماه پیش رمز ارزها رو ببینید، یک کرکشن خیلی جدی داشتیم، ریزش داشتیم. اما به تدریج بازار باز اعتماد خودشو به دست آورد، چون واقعیت اینه که این رودخانه نقدینگی داره ادامه میده و در جریان داره. دقت میفرمایید؟ حالا ما از الان تا حدود 8 ماه 9 ماه تا یک سال بعد، شاید تا یک سال و نیم بعد، یعنی تا 18 ماه فرصت داریم تا به اینکه برسیم تا سیاست ها معکوس بشه. اینکه چه زمانی اتفاق میفته ما نمیدونیم. دقت میفرمایید؟ اما این اتفاق خواهد افتاد. روزی که این اتفاق بیفته یا روزی که ما ایمان پیدا کنیم که این اتفاق میفته، اون روز شما خواهید دید که بازار کریپتو باید یک ریزش داشته باشه. اون روز، خب اون روز چیز چقدره؟ روزی که، یعنی در واقع چه عرض کردم، نه روزی که سیاست انقباضی شروع میشه، روزی که ایمان پیدا میکنه بازار، مجموعه بازار به این نتیجه میرسه که سیاست انقباضی آغاز خواهد شد. پس 18 ماه بعد نخواهد بود، ممکنه 17 ماه بعد باشه، ممکنه 6 ماه بعد باشه، ممکنه 2 ماه بعد باشه. یک روزی هست که بازار اطمینان پیدا میکنه. مثلا من برداشتم اینه، مثلا اگر که نرخ بیکاری یه دفعه بیاد به 4% برسه،
این یه دفعه یک زنگ خطریه مثلا برای افرادی که منتظر سیاست های انقباضی بودن. حالا اگر این اتفاق نیفتاد چی؟ ممکنه 2 سال هم نیفته، ممکنه نرخ بیکاری تا 4 و 6 به خوبی رسیده ولی از 4 و 6 به 4 به سرعت کاهش پیدا نکنه. برداشت من اینه که مثلا در عرض 6 ماه میرسیم به نرخ 4%. دقت میفرمایید. به هر حال هر روزی که بازار اطمینان پیدا کنه که سیاست انقباضی خواهد شد، بازار یک کرکشن بسیار بزرگ داره. اینکه چقدر کاهش پیدا میکنه نمیدونیم، بستگی داره که اون زمان قیمت بیت کوین چقدر باشه. قیمت بیت کوین میتونه 60,000 دلار باشه، میتونه حتی 50,000 دلار باشه، ولی با احتمال خیلی بیشتر احتمالاً نزدیک 100,000 دلاره، با احتمال کمتر ممکنه 200,000 دلار باشه. دقت فرمودید. اینکه چقدر کاهش پیدا میکنه نمیدونیم، شاید تا 10% هم کاهش پیدا بکنه، یعنی مثلا اگر 200,000 دلار باشه ممکنه به 20,000 دلار برسه، اگر 100,000 دلار باشه ممکنه به 10,000 دلار برسه. دقت فرمودید. اینکه نمیدانیم، چون من اینا رو البته یکی دو بارم در بعضی از لایف ها توضیح دادم و کامنت هایی که دریافت کردم مشخص بود که دوستان عزیز زیاد توجه نمی کنن، گوش نمیدن به عرایض بنده. مثلا نوشته بودن که تو گفتی بازار میریزه که بیت کوین مثلا رفت روی قیمت بیت کوین. نه عزیز من، الان من پیش بینی اینه که با بیت کوین خیلی بیت ممکنه قیمتش از اینم بالاتر برود. مسئله این است که ریسک مرتب داره افزایش پیدا میکنه. لحظه ای میرسد که نظر عموم بازار این هست که ریسک بر بازده غلبه پیدا کرده و اون زمان ریزش شروع میشه. خب چه باید کرد؟ اصول داره. اصول سرمایه گذاری بنده یک دوره‌ای دارم که اگر دوستان صلاح دونستن میتونن در کلینیک اقتصاد تهیه کنن، با قیمت خیلی معقولی هم ما این دوره ها رو ارائه میدیم. یک دوره‌ای دارم در مورد ثروت آفرینی. همین الان شما در یک مرحله ثروت آفرینی قرار دارید، یک مرحله خوب ثروت آفرینی قرار دارید. ما اتفاق عجیبی برای ما افتاده، دقت بفرمایید. ما اقتصادمون در رکود، اقتصادمون در تحریمه، اما این مسئله کریپتو و توجه به این مسئله باید بکنید که ما یک چیزی حدود شاید 10 15 تا 30 40 میلیارد دلار خانگی داشتیم. دقت فرمودید، یعنی دلاری بوده که در اختیار افراد قرار داشته. حالا برخی از این هم میتونیم بگیم که دلارهایی بوده که افراد خارج از کشور داشتن، مثلا کسی بوده مثلا اقامت در ترکیه هم داشته، در دبی هم داشته، در ایران هم حضور داره، یه مقداری در بانک اونجا مثلا دلار داشته یا لیر داشته یا درهم داشته. ببینید اینها بخش عمدهش در طی یک سال گذشته تبدیل به کریپتو شد، تبدیل به رمز ارز شد، تبدیل به بیت کوین و برادران و خواهران بیت کوین شد. دقت می‌فرمایید. و به طور متوسط اگر شما برداشتی داشته باشید، من برداشتم این هست، البته من تخصص اصلیم رمز ارز نیست، دقت می‌فرمایید، الانم هیچ نمیتونم اظهار نظر کنم در مورد که مثلا رمز ارز شیبا چی میشه یا کاردانو به کدوم سمت میره. بله یه زمانی من جوان بودم، بالاخره اون زمانی که شاید کسی این مسئله نمیشناخت، ما خیلی علاقمند بودیم و دنبال میکردیم، ولی الان سالهاست که بنده فاصله گرفتم. پس بنابراین از من نخواهید که خدمتون توضیح بدم که تفاوت این رمزارزها چه هست، ولی من میتونم خیلی خوب تحلیل کنم جریان رو که به کدوم سمت میرویم. حالا ای حال، من یک دوره ثروت آفرینی در کلینیک اقتصاد ارائه دادم که توضیح دادم که وقتی افراد روند ثروت آفرینی وقتی اتفاق میفته چه باید بکنند. الان دقت بفرمایید، من درداشتم این است تا انتهای فرایند رشد کریپتو ایرانیان به طور متوسط پولدار خواهند شد. چقدر پولدار خواهند شد؟ احتمالاً من برداشتم این است بین 100 تا 200 میلیارد دلار مجموع ارزش هلدینگ کریپتو ایرانیا باشه. دقیق می فرمایید. این برداشت بند است و این رو ما احتمالاً به باد خواهیم داد، یعنی بعد مثل بورس پارسال که من ماه تیر اعلام کردم که از بورس خارج شدم. دقت فرمودید و برخی از افراد توجه کردن ولی شاید بالای 90% افراد توجه نکردن، ممکنه که همین قضیه دوباره اتفاق بیفته. راهکار چیه؟ راهکارش خیلی مشخصه. در این دوره‌های اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی و اینها بحث میشه. الان باید شما کسانی که در بازار کریپتو حضور دارن، نه حضورتون رو حضور ذهنی، حضور فیزیکی خودتون رو داشته باشید، هیچ مشکل نداره، ولی من توصیه‌ام این است که ماهی 10%، ده هر چقدر مبلغ، مثلا الان شما 100,000 دلار پول دارید، 10,000 دلارشو بذارید کنار. دقت فرمودید. 10,000 دلار رو چیکار کنید؟ تبدیل به دلار کنید. بیشتر میخواید؟ حالا تبدیل به طلا کنید. باز بهتر میخواید سرمایه گذاری کنید؟ تبدیل شاید به بورس بیارید. بورس، من نمیگم بورس ایران خوبه، ولی این چیزی که من عرض میکنم اینه که اون سودتون رو حفظ کنید. دقت فرمودید. حالا
اگر که از بازار گران ببرید به بازار ارزان، دقت می‌فرمایید، یا تحت عنوان میانگین گیری بزرگان بورس در گذشته، چون من از سال 71 در بورس هستم، اون زمان 19 سالم بود که وارد بورس تهران شدم، دقت فرمودید. بعد اون زمان یک سمش پیرمردی بودن اونجا، خیلی ماشاءالله وارد از قبل از انقلاب اینها بورس باز بودند، و بعد از انقلاب فقط بنده بودم و جوانترین فکر کنم بوده 50 سالش بود اونا که در بورس حضور داشتن. اون زمان میگفتم باید میانگین بگیریم، بالا رفته ولی بالاترم میره، نمیگه بالاتر نمیره، الان بیت کوین کریپتو بالاترم میره، نه اینکه نره، ولی شما از همین الان سعی کنید سیو سود انجام بدهید، دقت فرمودید، سیو پروفیت، پروفیت سیوینگ انجام بدید، چیکار کنید، پروفیت تیکینگ انجام بدید، چیکار کنید، 10% هر چیزی رو که دارید بذارید یک جایی که ارزان تره و بازارش سرکوب شده، بازارش تخریب شده، بازارش نحیف شده، اونجا برید سرمایه گذاری کنید. در بازارها داخل کشور به نظر میرسه که ارزان ترین بازار الان بخشی از بازار سهام باشه، نه همش. مثلا شرکت سرمایه گذاری، برید شرکت سرمایه گذاری بخرید، یعنی کل بازار رو خریدید. بعضی از شرکت سرمایه گذاری پی وی خیلی پایینی دارن. من توصیه‌ام این بوده، نه اینکه بازار سهام الان خوبه و نه اینکه بازار کریپتو بده. شما اگر میخواید ثروتتون رو حفظ کنید باید این کار رو انجام بدید. در بازارهایی که ما در ایران داریم به ارزانترین الان بخشی از بازار بورس، گران هم داره ها، اگر همینجوری رندوم افراد خرید کنن ضرر میکنن، ولی بازار ارزان، سهامهای ارزان بازار بورس رو میتونن خریداری کنن. بعد از بازار بورس یکی یکی ما مثلا میتونیم بگیم ارز نگه دارند، یعنی همون کریپتوشون رو به ارز تبدیل کنن، دلار تبدیل کنن، اصلا اسکناس بگیرن نگه دارن، یا حسابی باز کنن دلار اونجا قرار بدن، یا نه اصلا در خود بازار کریپتو، البته من این توصیه میکنم که اگر این نشه بهتره، ولی در خود هم میتونن به دلار تبدیل کنن. حداقل ما چند تا استیبل کوین در بازار داریم، هر کدوم خواستن میتونن فعلا نگه دارن تا ببینن چی میشه. حالا ماه بعد اون 90,000 دلار، مگه 10,000 دلار نگه نداشتن، کنار نذاشتن، 90,000 دلار میمونه. این 90,000 دلار شما ماه بعد میشه 130,000 دلار. حالا 13,000 دلار 10% اون رو خارج کنید، دقیق فرمودید، سال ماه بعد این میشه 105، اون 130,000 دلار را 15 13,000 دلارشو برداشتیم، اون چیزی که باقی میمونه میشه 150,000 دلار. حالا 15,000 دلار اون 150,000 دلار رو خارج کنید، اینجوری جلو برید، تا ممکنه تا 6 ماه طول بکشه، ممکنه تا یک سال و نیم طول بکشه، هر چه بیشتر بهتر، به نفع شما بیشتر، به نفع شما میشه. و من اینجوری امیدوارم که یک قشر جوان ثروتمندی ان شاء الله در کشور شکل بگیره که توانایی سرمایه گذاری داشته باشن. اگر این کارو کردید بعد از یک سال و نیم، وقتی دولت هم یه مقدار تثبیت شده، توصیه بنده این است که وارد بخش واقعی اقتصاد بشید. قشنگ مثل این در واقع در بازار خارجی هم میبینید آقای مثلا زاکربرگ یا آقای مثلا ایلان ماسک، اینا چیکار میکنن؟ اینا بیزینس تشکیل میدن. شما سعی کنید بیزینس تشکیل بدید. این بیزینس میتونه یک نونوایی باشه، میتونه یک شاپ باشه، میتونه یک کارگاه باشه، هر چیزی، وارد بخش واقعی اقتصاد بشید، دقیق میفرمایید. و اگر پیام من برسه به جوانان عزیزی که خیلی هاشون در این بازار کریپتو حضور دارن، واقعا میتونید زندگیتون رو خیلی بهتر بکنید. ولی اگر طمع کردید، اون کسانی که معمولا افراد میبازند، یعنی بالای 90% افراد در بازارهای مالی همیشه بازنده هستن. چرا بازنده هستن؟ چون منتظر آخرین دقیقه هستن. میگن دکتر سعدوندی گفت تا 6 ماه که نمیریزه، ما میذاریم سر 6 ماه به جای 10% 10% 60% اون زمان میفروشیم. بعد سر 6 ماه میرسه میگن ای نریخت که، تازه یه مقدارم میفروشن اضافه میکنن. دقت فرمودید، ببینید اینا دقیقاً عکس هم قرار دارن. زمانی که یک بازاری داره رشد میکنه، آیا شما باید برید ماشین خونتون هم بفروشید داخل اون بازار بگذارید، یا باید پول از اون بازار خارج کنید؟ ببینید حرص و طمع بشری میگه چی؟ میگه خونتو بفروش، ماشینتو بفروش، بذار در کریپتو. الان پارسال چی میگفت؟ میگه خونتو بفروش، ماشینتو بفروش، بذار در سهام. دقت میفرمایید، راه صحیح چیست؟ راه صحیح دقیقاً عکس این هست. راهی که آقای وارن بافت رفته دقیقاً عکس این هست. آقای وارن بافت چیکار میکنه؟ وقتی که همه میفروشن اون میخره، وقتی همه میخرن اون میفروشه. دقت میفرمایید، این شده که پولدارترین و بهترین، یعنی مشهورترین سرمایه گذار و مورد احترامترین سرمایه گذار در بازارهای مالی در دنیاست. اگر ما این اصول رو بتونیم به جامعه ایرانی انتقال بدیم، چون مستحضر هستید، جامعه ایرانی هیچ نوع آموزشی هیچ وقت در این زمینه ها ندیده،
دقت فرمودید، و بسیاری از مسائل تحلیل اقتصادی و تحلیل سرمایه گذاری و تحلیل بازارهای مالی کانتر اینتویتیو هست، یعنی ضد شهودی هست. یعنی اگر شما به عقل خودت مراجعه کنی، کسی به شما نیاموخته باشه، معمولا اشتباه میکنید. دقت میفرمایید. و عمر بشری قد نمیده که انسان ها اشتباهات خودشون، تجربیاتی که کسب کردند، بعدا به کار بگیرند. من توصیه‌ام این هست که نرسونید به اینکه خودتون تجربه کنید، از تجربه افراد مثل بنده استفاده کنید. این در واقع آموزه بزرگان سرمایه گذاری در دنیا هست. اتفاقا من دوره دیگری دارم، دوره اقتصاد کلان، که کار بزرگی در میان فارسی زبانان، برای فارسی زبانان بنده انجام دادم، حالا چه ایران باشه، افغانستان، تاجیکستان یا هر کس دیگری. من دو کتاب اول اقتصاد کلان دنیا رو که در دانشگاه MIT و دانشگاه هاروارد تدریس می شد رو به طور کامل اسلایت هاشو ترجمه کردم، به طور کامل صفحه به صفحه تدریس کردم و ماه بعد انشالله به اتمام میرسه. اگر بعضی از دوستانم مایل بودند در اینها شرکت کنم. در اون دوره اقتصاد کلانم موارد متعدد از مسائل کانتر اینتویتیو یا ضد شهودی وجود داره، یعنی شما یک برداشتی دارید در حالی که واقعیت میتونه کاملا عکس اون باشه یا میتونه کاملا متفاوت از اون برداشت شما باشه. حالا اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، خیلی جامع بود، من خیلی لذت بردم. اگر حرفی خواهش ندادم میکنم. منبابی واقعا داشتم لذت میبردم. من امروز توی جلسه ای که بودیم با بچه صحبت میکردم گفتم آقای دکتر سروندی بسیار سخنورن و بسیار توانا، خواهش میکنم. اگر لطفش در شکی نیست. من قبلا لایف های حضرت عالی رو بارها بارها دیده بودم و الان هم که افتخار همصحبتی با حضرت عالی رو دارم. اگر لطف میفرمایید کامنت ها رو باز کنید، حالا بله. ببینیم دوستان چه نظری دارن. فقط خواهشی که خواهم کرد، آقای دکتر تحلیل سهم نخواهند کرد، لطفا تحلیل سهم بله من نفرمایید. تحلیل سهم و تحلیل اصلا تحلیل چیز کریپتو و تحلیل رمزارز که نمیتونم بکنم اصلا. خب ببینید یه سری سوال اومده اینجا، اجازه بدید ببینم میشه یک سری سوال اومده که اگر بتونم پاسخ بدم. بله بله یک سوال، یک نکته خوبی رو نوشتن آقای وارن بافت سهام نگهداری میکرد تو ایران، همه حداقل 10 سال نوسان گیرند. بله درست میگن، این که واقعیت رو باید بپذیریم. شرایط ایران فرق میکنه. ببینید آقای وارن بافت و بقیه بزرگان سرمایه گذاری که ما 10 نفرشون رو در دوره ثروت آفرینی کلن توضیح دادیم رفتارشون رو، اینها کوتاه مدتشون 2-3 سال هست، دقت میفرمایید، ولی در ایران پذیرفته نمیشه. یعنی خیلی سخت ما به افراد بگیم سهام بخرید، مثلا شرکت سبا تأمین یا شرکت وخارزم رو بخرید، الان قیمت خیلی ارزان است، بعدا در 3 سال آینده منتفع خواهید شد. اصلا کسی توجه نمیکنه به مسئله 3 سال. بنابراین بله کاملا درست میفرمایید، باید با این فرهنگ رو کم کم تغییر بدیم. بله این یک نکته. نمیشه الان وارد بازار کریپتو بشیم، هیچ دانشی نداریم، چه کار کنیم آقای دکتر؟ من باشم وارد نمیشم اگر دانشش رو ندارم، چون ریسک عملیاتی بالایی داره. احتمال اینکه خدای نکرده مثلا شما یک حسابی باز کنید در یک اکسچنج بین المللی و این در واقع بلاک بشه هست. ریسک عملیاتی زیاده، مگر اینکه از فردی که بهش اطمینان دارید و باید خیلی اطمینان داشته باشید، چون خیلی راحت ممکنه که اون رمز ارزی که شما خریدید بره وارد کیف پول یک فرد دیگری بشه که اون دانششو داره. اگر دانششو ندارید و اگر پول مازاد ندارید، به نظر من وارد این بازارها نشوید. خیلی خیلی دقت کنید، این بازارها پیشرفته ترین بازارهای دنیا هستند و بیشترین پیچیدگی رو در دنیا دارن. اتفاقا یک اشکال مهمی که هست این است که برخی از افراد این پیچیدگی ها رو در نظر نمی گیرن و متضرر می شوند. بسیار خوب. البته ما یک دوره هم آقای، من فراموش کردم خدمت شما عرض کنم، آقای میثم رضایی که در توییتر هم خیلی فعال هستن، یک دوره خیلی خوبی آقای مهندس رضایی برای ما برگزار کردن در کلینیک اقتصاد، تمام جزئیات رمز ارزها رو ایشون توضیح دادن با متانت سر سب. اگر دوستان خواستن اینم قیمت خیلی ارزان ما در کلینیک اقتصاد گذاشتیم و ارائه میدیم، اگر دوستان خواستن میتونن خریداری کنن. بله سوال بعدی،
آقای دکتر، نقد تورم تا سال آینده چطور میبینید؟ من برداشتم این است، ببینید اگر که همین سیاست وزیر اقتصاد ادامه پیدا کنه که خیلی بعید میدونم دیگه با این شدت ادامه بدن، اگر با این شدت ادامه پیدا کنه که سال بعد به نظر من نرخ تورم 20% دقت فرمودید، ولی به نظر من تعدیل میکنن اگر سیاست دولت قبل رو در پیش بگیرن که خدایی نکرده تورم ما خیلی خیلی بالاتر از امروز خواهد بود، یعنی بالاتر از 50% و 60% خواهد بود. اگر توصیه فعالان بازار سرمایه رو دنبال کنن، خدای نکرده تورم ما خیلی بالا خواهد بود، چون اینجا وستد اینترست به قول چیز یا تعارض منافع وجود داره متاسفانه. دقت میفرمایید، من برداشتم بینابینه، من فکر میکنم تا سال بعد بتونم تا 30% برسونم به شرطی که مسائل برجام هم به یک حد به یه جای خوبی برسه. اگر هم نمیخواد برسه، لااقل یک سری دسترسی به ارز خارجی پیدا بشه که نرخ ارز خیلی رشد نکنه. حالا برنامه های دولت داره برای اینکه نرخ ارز رو کاهش بده، اونم هیچ منفعتی نداره. کاهش نرخ ارز ما هر چقدر هم بگیم باز توجه نمیشه. ارز پاشی 50 سالی که در ایران موفق نبوده، 50 سال آینده هم موفق نخواهد بود، خیالتون راحت باشه. بسیار خوب، اینم سوال خوبی مطرح کردند. و سوال بعدی این چیه نوشتن؟ نمیدونم ربات چیزی بوده، من متوجه نمیشم. آقای دکتر، همین اتفاق برای 10 تومنش رفت توی یک کیف دوستم افتاد، پول دیگه بعد اتریوم برگشته و بله بقیه سوالشون هم نیفتاده اینجا. منظورشون اینه که به یکی اعتماد کردن بعد بالاخره رفته، یعنی بیت کوین رفته. برای خیلی اتفاق افتاده، من دیدم ها، یعنی فکر نکنید که اینقدر مسئله مثلا نادر هست، نه خیلی راحت اتفاق میفته. باید به افرادی که معتمد هستن اعتماد کنید، به افرادی که کارکشته هستن اعتماد کنید، یا نه دوره بگذرونید، برید یاد بگیرید، کاری نداره، 2 ماه طول میکشه یاد میگیرید، ولی ممکنه فرصت بگذره. بیت کوین در نهایت تنها ارز خواهد بود، آلت کوین ها محکوم به فنا. خیلی ممکنه این اتفاق بیفته. مسئله که هست این است که بیت کوین از بین نخواهد رفت، اما به چه قیمتی خواهد رسید نمیدونم. ممکنه که به قیمت خیلی کمی برسه، مثلا به قیمت مثلا 10,000 دلار تا 20,000 دلار ممکنه برسه بیت کوین. آلت کوین ها خیلیشون از بین میرن، یکی دو تا که بالاترین تکنولوژی رو دارن یا خصوصیات ویژه دارن اینها میمونن. مثلا اتریوم مثلا، حالا من میگم دنبال نکردم، 3 سال اصلا نباید صحبت کنم، ولی به هر حال بعضی از اینها میدونم که بالاخره ممکنه که در آینده بمونن، ولی اکثر آلت کوین ها حذف خواهند شد یا کاهش ارزش شدید خواهند داشت. برجام میشود یا نمیشود، والا از خودشون بپرسید. حالا بشود یا نشود، الان باید 50-50 بگیرید. دقت میفرمایید، اصلا این که بشود یا نشود دنبالش نباشید. 50% میشود، 50% نمیشود. برای هر کدوم از آلترناتیوا شما باید برنامه داشته باشید. اگه اتفاق سیاسی مثل برجام نشه و قیمت دلار صعودی شد، بورس رو چه جور پیش بینی میکنید؟ خب قیمت دلار بالا بره، سیاست هم انبساطی باشه، رشد پول ادامه داشته باشه، خب طبیعیه که بورس دیر یا زود باید رشد کنه دیگه. در این مسئله که شکی نداریم که فعلا یک مقدار جو بی‌اعتمادی حاکم شده. یک دلیلش این است که رقیب بورس خیلی قویه، یعنی الان شما ببینید بازدهی که الان قیمت دلار بالا رفته، قیمت بیت کوین هم بالا رفته، شما ببینید بازدهی که شما از سرمایه گذاری در بازار کریپتو به دست میارید چقدر بالاست. اونطور این بعید معلوم نیست تا الالعبد ادامه پیدا کنه. بازم اون دوستانی که به حرف بنده گوش میدن بعدا نتیجهشو خواهند دید، اون دوستانی هم که حالا باور نمیکنن، انکار میکنن یا تمسخر میکنن، اونا نتیجهشو خواهند دید دیگه. بالاخره جوونیه و بالاخره ما یه مقداری تجربه داریم، خدمت شما به رایگان داریم ارائه میدیم. امیدوارم فقط شما پولدار بشید، برای من کافیه همین. اگر همه تک تک افراد جامعه ثروتمند بشن، اون جامعه ثروتمنده مثل جامعه سوئیس، من امیدوارم یک روز ایران هم به اونجا برسه. تاثیر ارز 4200 بر بازارها چطوره؟ تاثیر خاصی نداره، یک چند تا از سهام ها بخشی از مثلا روغن نباتی یا مرغ ممکنه که اینا سودشون افزایش پیدا بکنه اگر دخالت دولت نباشد. دقیق میفرمایید، شاید 7 8 10 تا سهم شما بتونید مثلا در بازار در نظر بگیرید که ممکنه افزایش سود داشته باشه، افزایش سودآوری داشته باشه. بسیار بله، گفتن برجام خواهد شد یا نه، عرض کردم خدمتتون و دیگه. بله آقای دکتر، واقعا بانک ها با رشد بیت کوین کنار میان؟ نه، بانک ها چرا کنار بیان؟ این در نهایت باید به اینجا برسه که یک بازار کریپتویی تشکیل بشه که خیلی ابزارهای پیشرفته درش باشه و در تجارت بین‌الملل این ابزار میتونه در واقع نقش ایفا کنه.
و نقش بانک ها رو میتونه کمرنگ کنه در بازار بین الملل. در بازارهای داخلی هم در معاملات روزانه هم خیلی بعیده که رمز ارزها به کار گرفته بشن، ولی من برداشتم اینه که جای خودش رو باز خواهد کرد. یک البته احتمال داره که مثلا بالاخره باید ببینید سیاست امریکا چی هست، ولی ممکنه که یک مقداری جای دلار آمریکا رو در معاملات بین المللی بگیره به نظر بنده. حالا الان نه، ولی مثلا 10 سال دیگه. حالا اگر این اتفاق بیفته اون وقت نتایجش چه خواهد بود میتونه نتایج خیلی بزرگی داشته باشه، باید ببینیم به کجا میرسه. بسیار خوب. آینده بورس با توجه به تورم اگر نهایتا 20 درصد باشد، به وضعیت تورم اگر نهایتا 20 درصد باشد اگر نهایتا 30 درصد باشد بفرمایید. بورس، مجموعه بورس هنوز یک مقدار گران است، یعنی مثلا پی بی ای بورس الان رسیده به 9، به چند باید برسه؟ در شرایط نااطمینانی فعلی باید حالا نمیتونم دقیق خدمت شما عرض کنم، ولی مثلا ممکنه به 7 برسه، به 6 برسه، دقت میفرمایید؟ خب با تورم 30 درصدی یعنی شاخص همینجا هم بمونه، دقت فرمودید؟ تورم 30 درصدی یعنی متوسط رشد شرکت ها مثلا این چیز حدود 40-50 درصد باید باشه. خب اگر این باشه نباید شاخص سقوط بکنه، نباید شاخص از این پایین تر بیاد، بلکه باید یک رشد بطیعی فعلا داشته باشه تا بازار، همه بازار به صرفه بشه، بعد شما میبینید که بازار مجددا رشد خواهد کرد. توصیه من متنوع سازیه، توصیه بندم نیست، توصیه تمام اساتید سرمایه گذاری و بانکداری در دنیا این است که متنوع کنید، یعنی همش رو نذارید در رمز ارز، در بورس هم سرمایه گذاری کنید، یا از بورس خارج نکنید، همه رو ببرید مثلا تو ملک، نه متنوع کنید. الان ملک هم مقدار گران است، یعنی از من بپرسید توصیه نمی کنم که در ملک فعلا سرمایه گذاری بشود، ولی در بقیه بازارها که خدمتتون عرض کردم، در بازار بورس، در اوراق، در حتی حساب بانکی، حتی طلا، حتی ارز، همه رو میتونید، یعنی کم کم اینطوری بشه که مثلا 5 نوع دارایی داشته باشید، هر کدوم مثلا 20 درصد. دقیق میفرمایید، اگر کسانی که در رمز ارز زیاد سرمایه گذاری کردن اینجوری میتونن در واقع تغییر بدن. چرا فدرال رزرو آمریکا با کریپتو مبارزه میکنه؟ همه دولت های دنیا مبارزه میکنند. الان که چین که خیلی جدیتر مبارزه کرد، اتفاقا تنها جایی که در دنیا دارن یه مقدار کریپتو رو میپذیرند امریکاست. اتفاقا الان کشور امریکاست که به کشور اول ماینینگ اولین کشوری که ماینینگ انجام میشه الان امریکاست. قبلا اینطور نبود، قبلا مثلا قزاقستان یا گرجستان یا روسیه اینا کشورهایی بودن که ماینینگ درشون دریان داشت، علاوه بر کشورهای شرق آسیا مثل چین و کره و اینها، ولی الان شما میبینید که امریکا خیلی بیشتر در بازار حضور پیدا کرده. ولی ببینید کلن کریپتو رمز ارز حاکمیت ها رو ضعیف، حاکمیت رو تضعیف میکنه در همه جای دنیا، دولت ها رو تضعیف میکنه، اعمال قانون رو تضعیف میکنه، قاچاق رو میتونه گسترش بده، دقت میفرمایید، فعالیت های زیرزمینی رو میتونه گسترش بده. این است که همه دولت های دنیا وقتی وارد مباحث حقوقی و امنیتی میشن یک جایی دست نگه میدارن، و همین موضع الان امریکا هم عجیبه که چطور پذیرفته و چطور فعلا تعامل میکنه. تأثیر حذف ارز 4200 بر اقتصاد، تأثیرش به نظر من مثبته، مسئله خاصی هم پیش نمیاد. برخی میگن 4200 حذف بشه به ابر تورم کشیده میشه. اگر خواستید برید به صحبت‌های اون عزیزان دقت توجه کنید، اگرم خواستید به صحبت‌های بنده گوش بدید، حالا بالاخره یکیش درست در میاد دیگه. به نظر من آثارش مثبت، مثبت اندک مثبت ها، یعنی تأثیر خاصی نداره. یه مقداری بعضی از بازارها رشد خواهند کرد، مثلا الان اجازه نمیدن شرکت‌های روغن‌کشی، شرکت‌های بسته‌بندی روغن صادرات داشته باشن، ارز 4200 حذف بشه، اینها این بدبخت‌ها اجازه پیدا می‌کنن صادرات داشته باشن. یا دست و پای مرغدار رو بستیم، دست که زنجیره مرغ رو تحت تأثیر قرار دادیم، تهیه نهادهای دامی رو و خوراک طیور رو در اختیار انحصارگر قرار دادیم، اینها رو اگر آزاد کنن، اجازه بدن همه مردم وارد بشن، این مقدار شغل ایجاد میشه، این بازارها گسترش پیدا میکنن، وضع تأمین پروتئین مردم هم بهتر میشه. نشانه های پایان سیکل در بازار کریپتو چه هست؟ ببینید به اخبار باید توجه کنید، ولی خب نشانه ها، ببینید نشانه نمیده بازار کریپتو. شما دیدید وقتی ریزش میکنه چجوری ریزش میکنه، و شما دیدید وقتی نهنگا حمله میکنن چجوری بالا میره. دقت میفرمایید بازار کریپتو بازاری نیست که خیلی بشه روی نشانه ها تاکید کرد. تنها نشانه ها همون تحلیل تکنیکالی هست که
ما همیشه در بازار بورس باش مبارزه میکنیم اصلا در ایران، به خاطر نقش بالایی که پیدا کرده، وگرنه با تحلیل در واقع تحلیل تکنیکال هم ارزش‌های خودش رو داره. ولی من توصیه‌ام این است که در بازار ایران بیشتر به تحلیل فاندامنتال دقت کنید، ولی در بازار کریپتو تنها تحلیلی که ممکنه ازش جواب بگیرید همین تحلیل‌های تکنیکال هست. بسیار. ارزش ذاتی دلار رو الان چند میدونید؟ من یه چیز حدود قبلا هم عرض کردم 20 تا 25 تومن میدونم ارزش ذاتی رو، و الان باورم این هست که قیمت دلار بالای قیمت تعادلی ذاتی بلند مدت خودش قرار میگیره، و به نظر من بازار دلار خیلی بازار متعادلیه. و توصیه‌ام به دولت مردان این، البته فکر نمی‌کنم دولت مردان در این وقت شب بیان به صحبت بنده گوش بدن، اگه می‌خواستن گوش بدن بنده رو دعوت می‌کردن در جمع اقتصاددانانشون صحبت کنیم، ولی به توجه نمی‌کنه. توصیه‌ام این است که شعار ندید قیمت ارز ارزون می‌کنیم، بعد نتونید، اینها اعتماد رو از بین می‌بره، به نفع کشور نیست، به نفع دولت هم نیست اگر توجه کنند. نوشتن آی دکتر، بیت آنچنان پشتوانه قوی ندارد که جای دلار رو بگیرد. بله همینطور، به علاوه این که دولت ها کاملا مخالف هستند. بله اینا همش هست، منتها ممکنه جا باز کنه در تجارت بین الملل، نه بیت کوین، رمز ارز دیگری که مثلا خاصیت های ال سی و اسمارت کانترکت رو داخل خودش داشته باشه. من خودم سالهاست میخوام یک چنین رمز ارز رو به وجود بیارم، مقدماتش فراهم نشده، حالا ممکنه در آینده ما چنین رمزارزی رو ایجاد کنیم. البته این رمزارزی که خدمتتون عرض میکنم پشتوانه حاکمیتی هم حتما خواهد داشت، پشتوانه یک حاکمیت رو حتما خواهد داشت. من برداشتم اینه که خود امریکا بره دنبال این که یک رمزارزی بزنه که اسمارت کانترکت در نورش باشه، بهینه باشه، و همین رو در دنیا گسترش خواهد داد. بسیار خوب. نوشتن آقای دکتر، طلا بهتر است بخریم یا بیت کوین؟ بهتر است الان بیت کوین داشته باشید، به تدریج تبدیل به طلا بکنید. خیلی مشخص خدمت شما عرض کردم، یعنی کسانی که تمام سرمایهشون الان رمز ارز هست، من توصیه‌ام این است که 10% در ماه تبدیل بکنند به سایر دارایی ها، بخشی از اون سایر دارایی ها میتونه طلا باشه. بسیار خوب. طلا معمولا برای سود کسی نمیخره، اگر میخواید سود کنید طلا نخرید، طلا برای مدیریت ریسک، برای تضمینه، طلا سود نمیده در بلند مدت. البته برخی مقاله های نوشته شده، حتی من میخواستم یک وبینار برگزار کنم، این مقاله رو یکی از این مقالات رو بخونم، که مثلا پیشبینی 5000 دلار مثلا برای طلا میشه تا 5 سال دیگه. یک مقداری منابع طلا محدوده و به شدت الان در حال استخراج معادن طلا هستند و در آینده اینها متوقف خواهد شد. وضعیتی که 5 سال پیش در مورد مثلا در مورد الماس دیده میشد و پیش بینی میشد، الان قیمت الماس خیلی بیشتر افزایش پیدا کرده. حتی یک دلیلی که طلا رشد نکرده، البته دلیل اصلی که طلا رشد نکرد این بود که همیشه 50% تقاضای طلا برای جواهرات هست، و بحران کرونا تبدیل شد به یک بحران اجتماعی و بحران در واقع، مثلا تقاضای طلا برای در هند خیلی بالا بود قبل از بحران، ولی بعد از بحران کاهش پیدا کرد. دیگه مهمونی و عروسی و اینجور مسائل هم دیگه نبوده، این هست که تقاضای جواهرات به شدت کاهش پیدا کرد، تقاضای تکنولوژی طلا باقی موند. مثلا در چیپست ها طلا استفاده میکنن، 7-8% تقاضای طلا فقط در این مورد هست، یا شاید یه چیز حدود 10-20% رو بانک های مرکزی معمولا خریداری میکنن، اون تقاضاها ثابت موند. حالا اگر که دنیا برگرده به شرایط عادی و خانوارها مجددا شروع کنن به طلا خریدن، شاید قیمت طلا خیلی بالاتر از این هم برود. اگر که فعالان بازار طلا که بسیار محتاط هستند، اگر نگران تیپرینگ و نگران سیاست انقباضی باشن، وقت طلا رشد نمیکنه. اینکه طلا کدوم سمتش میره سخت‌تر از این است که شما بیت کوین رو بخواید پیش بینی کنید، هر دو طرف ممکنه. خب این دیگه سوال خیلی عجیبی پرسیدن، نوشتن که بحران خشکسالی و صنعت لوله سازی رو تحلیل بفرمایید. والا من هر دوشو نمیتونم تحلیل کنم، نه متخصص خشکسالی هستم نه متخصص لوله سازی، ببخشید. آقای دکتر 2-3 سهم آینده دار رو ما اعلام نمایید. من نباید اعلام کنم، اگرم خواستم اعلام کنم در وبینار اعلام میکنم خدمتتون، ولی برای کسانی که میخوان، آشنایی ندارن با بازار سهام و میخوان از کریپتو
وارد بازار سهام بشن، من 3 تا شرکت سرمایه گذاری، یکیشون هم که قبلا اعلام کردم یا 2 تاشو قبلا اعلام کردم، شرکت سبا خیلی ارزونه، سبا تأمین بسیار ارزون شده و به شرکتی است که وضعیت سرمایه گذاری بسیار مناسبی داره، شرکت وخارزم یا سرمایه گذاری خارزمی هست که قیمت فوق العاده ارزونه، و شرکت وبانک یا سرمایه گذاری توسعه ملی هست. این 3 تا رو بخرید نگه دارید، خیلی راحت 5 سال نگه دارید، نتیجه شو ببینید چی میشه، برای ما دعا کنید. متشکر. خب ببینیم یکی 2 تا سوال دیگه اگر جواب بدیم، اگر که شما هم سوالی دارید من در خدمتتون هستم. من فقط دارم لذت میبرم از خواهش میکنم، حضرت نظر عالی لطف شما، خواهش میکنم. جلالی. سلامت. سوال کردن چرا فدرال رزرو آمریکا با کریپتو مبارزه نمیکنه؟ در آینده مبارزه خواهد کرد. دقت فرمودید، من برداشتم این است که قدرت رو در بازار کریپتو آمریکا داره دست میگیره. ایران هم میتونست، ایران هم هنوز هم میتونه، یعنی ایران میتونه یک سیاست، من حتی پیشنهاد دادم، حتی امروز با کسی صحبت کردم، گفتم آقا بیایید صندوق به وجود بیارید، کریپتو رو بگیرید از افراد، کسانی که مثلا بیت کوین دارن بگیرید، به صورت حرفه‌ای براشون هم در بازار رمزارز هم در سایر بازارها متنوع کنید، سرمایه گذاری کنید، اجازه بدید که بذارید ایران اولین کشوری باشه که صندوق های کریپتو رو به وجود آورده. دقت میفرمایید، منتها بدید دست متخصصین اول اگر نگران هستید، آه معتمد خودتون رو بذارید اونجا، دقت میفرمایید، ولی اجازه بدید ما از این ثروتی که مردم به دست آوردن، این ثروت رو بتونیم برای مردم حفظ کنیم. این خیلی خیلی وضعیت خوبی خواهد شد. آقای دکتر، حداکثر چه مقدار از سرمایه رو بریم توی هر بازار؟ مساوی همیشه، ببینید خیالتون راحت، سهام هم خواستید بخرید مساوی بخرید، دقت فرمودید. حالا مساوی میخرید، من یک نکته خیلی مهمی رو در کلاس هم گفتم، الان خدمت شما عرض میکنم، اونم این هست که وقتی مساوی خریداری میکنید، بعد از 1 ماه این تساوی به هم میخوره. مثلا 10 تا رمز ارز دارید یا 10 تا سهام دارید، هر کدوم 10% بهش وزن دادید، بعد از 1 ماه بعضیش میشه 5%، بعضیش میشه 20%، اون 20%یه رو میفروشید، دقت فرمودید، نه برعکس، اون 20%یه رو میفروشید، سهمش رو دوباره به 10% میرسونید، اون 5%یه میکنید دوباره 10%. دقت میفرمایید، یعنی سعی کنید این نسبت یکسان رو همیشه مراعات کنید، به نفعتون تمام میشه. بهش میگن ری استراکچرینگ در ادبیات اینوستمنت، خیلی خیلی مرسومه. بانک اصلا، بانک مگر چیکار میکنه؟ مثلا به افراد خیلی پولدار سرویس میده، یکی از سرویساش همین مسئله میانگینگیریه، همین مسئله در واقع تصحیح پورتفولیو هست. بسیار، این هم سوال دیگر. بله، گفتن دولت ها با مسئله مالیاتی که نمیتوانند، یک سوال نوشته بودن رفت، نمیدونم چرا نیست. خب بله، نوشتن دولت ها با مسئله مالیاتی که نمیتوانند از رمز ارز بگیرن کنار میان. نه، مثلا در امریکا گفتن اگر شما از رمز ارز سود کردید باید گزارش بدید. حالا گزارش ندید، وقتی متوجه بشن پول بیشتری دارید، میان از شما بپرسن از کجا به دست آوردی. یعنی خود افراد در کشور، مثلا در آمریکا، احتمالا خودشون میرن گزارش میدن، در حتی میتونن ندن، ولی احتمالا خودشون میرن گزارش میدن، چون میدونن که شرایط میتونه خیلی حاد بشه براشون. بله، نوشتن که پایان سیکل سعودی کریپتو نیمه اول 2022 خواهد بود. ممکنه، ممکنه، نمیدونیم. من عرض کردم من لاقل من پیشگویی، قدرت پیشگویی ندارم. دقت فرمودید، شما اگر میتونید فالبین و کفبین و اینها، فال قهوه و اینها خیلی به کار میاد، ولی من روند پولی رو میتونم با یه احتمال خیلی زیادی خدمت شما عرض کنم که احتمالاً در سال 2023 سیاست انقباضی در پیش گرفته بشه، احتمالش هست. دقت فرمودید، فعلا بازارهای بورس یک مقداری ارزان شده، یعنی خیلی گران شده بود، بعد شما می‌بینید اونقدر رشد نمی‌کنه قیمت سهام در بازار جهانی، از اون طرف سوداوری به شدت در حال رشده، و این باعث شده که احتمالاً ما سقوط بازار بورس رو نداشته باشیم، باز اونم مشخص نیست، احتمالاً سقوط بازار بورس رو نداشته باشیم، اما در مورد کریپتو از قضیه فرق می‌کنه. بسیار، بله، باز قطع شد. بله، جناب دکتر صدوندی عزیز، 4200 بر سهام در رابطه با تأثیر حذف ارز 4200 شرکت های داروسازی، قرار نیست ارز 4200 رو، ارز 4200 شرکت های داروسازی رو بردارند، اگر برمی داشتند قضیه فرق می کرد، ولی فعلا بنای چنین چیزی اصلا نیست.
آقای دکتر به نظر شما من که زیاد بورس رو بلد نیستم پول بذارم توی صندوق های سهامی بهتر است یا شرکت های چی؟ یا شرکت های سرمایه، نمیدونم صندوق های سهامی یا شرکت ها. من باشم همین سه تا شرکت که خدمتتون معرفی کردم پولتون رو تقسیم بر سه بکنید در این سه تا قرار بدید. من باشم این کارو میکنم. نرخ دلار تا آخر سال چگونه پیش بینی میکنید؟ والا من فکر میکنم که مذاکرات شروع بشه، وقتی مذاکرات شروع بشه مقدارم ارز به بازار تزریق بشه، شاید مثلا به 26 هفت تومن برسه، اما ممکنه نتونه کنترل کرد. منتها اونایی که میگن ارز مثلا 40 تومن میشه 50 تومن میشه، من نمیبینم چنین چیزی. حالا شاید من نمیبینم، شاید مثلا یک عینک خاصی احتیاج داره که ما اینها رو ببینیم. نوشتم آقای دکتر، آها این خیلی سوال قشنگه، نوشتم آقای دکتر صادقانه جواب بدید، آیا خودتون سهام به خوارزم و سبا تأمین دارید؟ بله من صادقانه جواب میدم، خودم سهام به خوارزم و سبا تأمین دارم. دیگه از این راحت تر میشد گفت؟ بله من خودم خریدم که خدمت شما توصیه میکنم. بله اجازه بدید ببینم. بسیار خوب. بله انتقال آب خلیج فارس، والا من فکر نمی کنم این کارا به جایی برسه و تخصص بندم نیست. عرض 4200 دام و طیور، بله عرض 4200 دام و طیور رو بر نمیدارن، خوراک دام و طیور قرار عرض 4200 رو بردارن. بله بله و روغن رو، روغن نباتی رو. دیگر آقای دکتر نظرتون در مورد فارکس و ترید روزانه چیه؟ والا من اگر کسی از دوستان که تا حالا تونسته در به مدت یک سال در بازار فارکس سود کنه لطف فرمایید به من پیغام بدید، مستندات رو نشون بدید، من ببینم آیا کسی بوده سود کنه یا نه. من تا حالا ندیدم. من سالیان سال وقتی در دانشگاه وولنگونگ ما تدریس میکردیم بالاخره هر ترم 40 50 تا دانشجوی جدید MBA من داشتم، دانشجوی مسترز بانکینگ و فایننس داشتم، خیلیشون تو بازار فارکس حضور داشتم، ما ندیدیم هیچ وقت هیچ کس سود کنه. چند بارم ادعا کردن دوستان، گفتیم آقا کامپیوتر تو بیار ببینم ترید کردی چقدر سود کردی، رفتن دیگه پیداشون نشد. ما ندیدیم کسی سود کنه، حالا ممکنه در میون این جمعیت کسی بوده باشه. من تا مسئله دیگه این هست که این نرم افزارها و این در واقع اپلیکیشن هایی که برای کار فارکس هست، اینها درش دغل و دزدی و خلاصه کلاشی زیاده و شما خیلی به سختی میتونید این مسائل متوجه بشید. مثلا زمانی که میخواید دستور خرید و دستور فروش بذارید همون لحظه قیمت رو تغییر میدن. دقت میفرمایید؟ یعنی یک دنیای ساختگیه، یک دنیای واقعی نیست، اصلا با دنیای واقعی از وقت ارتباطش قطع. دکتر تولید 1,000,000 مسکن و بحران سیمان و فولاد و ارزی در سال آینده رو چطور میبینید؟ حالا من فکر نمی‌کنم 1,000,000 مسکن سال بعد تولید کنن، بحرانی هم برای سال بعد نمیبینم. دقیق فرمودید، ولی دیگه اونی که میخواد 1,000,000 مسکن بسازه برید ازش بپرسید چیکار میخواد بکنه. ما که هرچی میگیم فایده نداره که کسی توجه نکنه. خب اینم که عرض کردیم، فکر میکنم تموم شد سوالات. نوشتن که دکتر چرا استادهای مثل شما توی بدنه دولت استفاده نمیشه و افرادی که تخصص ندارن استفاده؟ خب از خودشون بپرسید، من چی بگم؟ ما کار خودمون انجام میدیم. اگر خواستن حاضرین که نظراتمو بگم، هر وقتم از من دعوت کردن که نظرمو بگم گفتم و البته تأثیری هم خدا رو شکر نداشته دیگه. ما صحبتمون رو میکنیم، کار خودشون رو میکنن. دولت قبل اینطور بود، دولت جدید که یه مقدارم به نظر میرسه برعکس اون چیزی که فکر میکردیم تشدیدم شده باشه، نظرخواهی نمیشه، نظرات متخصصان رو نمیخواهند. یک مقداری احساس میکنم بده، ولی احساسم اینه که غرور متاسفانه وجود داره. حالا این غرور به تدریج کاهش پیدا میکنه، یه دو تا بحران به وجود بیاد ببینن نمیدونند، احتمالاً وقت مجبورن که بپرسند بیشتر. آقای دکتر سلام، نظرتون درباره حذف سکه فلزی از چرخه مالی کشور و جایگزینی پول کاغذی که باعث تورم میشه؟ نه باز تورم نمیشه، هیچ فرقی نمیکنه. آقای دکتر 5 سال آینده از ملک سهامی که فرمودید متوجه نمیشم سوالا. آقای دکتر از ملک سهامی که فرمودید تا 5 سال جلوتر هستن، حالا ما جلوتر باشن یا نباشن، از ملک احتمالا تا 2-3 سال آینده بله جلوتر هستن، تا 5 سال آینده من برداشتم باز اینه که بله جلوتر هستن. نقش مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، یکی از سیاست های خیلی خوب وزیر اقتصاد آقای دکتر خاندوزی مالیات بر مجموع درآمد هست. این سیاست خیلی مثبتی اگر اتفاق بیفته.
تأثیری بر بازار هم فکر نمی کنم تأثیر خاصی داشته باشه. نوشتم فردا موقع خوبی برای سهام هایی که نه من نمیدونم، من که نمیتونم روزانه نظر بدم، که اگر کسی هم به شما روزانه میگه فردا خوبه یا فردا بده، یه مقدار با احتیاط با نظراتش برخورد کنید. بله، من یک سوال دیگه پاسخ میدم، بعد اگر که شما سوالی داشته باشید در خدمتتون هستم. بله، یک سوالی که فرموده این است که آقای دکتر، با شروع سیاست انقباضی فدرالیزه بازارهای کامادیتی ریزش سنگینی خواهند کرد. بله، احتمالاً. بله، حالا کی سیاست انقباضی شروع بشه؟ احتمالاً یک سال و نیم فرصت داریم. در این یک سال و نیم من برداشتم این است که کامادیتی هایی که در سال گذشته رشد کردن دیگه خیلی رشد نداشته باشن، مثلا مس، مثلا آلومینیوم، اینها خیلی رشد کردند، احتمالا در سال این سال پیش رو تثبیت بشن، در همین مثلا مس در حد 10,000 دلار تثبیت بشه. ممکنه اون کامادیتی که جا ماند و خیلی ها پیش بینی میکردن رشد کنه، ممکنه طلای مقداری بیشتر رشد داشته باشه، این احتمالش میره، ولی بازم بستگی به این داره که چه زمانی بازارها به این نتیجه برسن که وضعیت نقدینگی مازادی که همینجوری جریان داشت متوقف میشه. دقت میفرمایید، خیلی به تدریج داره این اتفاق میفته، مثل یک دیواری که داریم به تدریج بهش فشار وارد میکنیم، بعد یه لحظه ممکنه بشکنه، یه لحظه ممکنه بریزه، یک سدی که پشتش آب هست یک لحظه ممکنه فرو بریزه، ممکنه چنین اتفاقی بیفته. خب اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.